چه شاه باشه چه رهبر 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 هموطنان عزیز دوستان و رفقا خواهران و برادران عزیز عید همه شما مبارک عیدتان مبارک مسعود مریم چه زیباست چه زیباست عید دیدنی یاران همرزم در آستانه تحویل سال درود بر شما که عید را آنطور که شایسته این دوران است در جبهه و در کارزار سیاسی برگزار می کنید و به همه جهان و اتحادیه اروپا این پیام را می دهید که با این رژیم معامله نکنید معامله با این رژیم یعنی معامله با سپاه پاسداران یعنی معامله با خطرناکترین سازمان تروریستی جهان معاصر شما آمده اید بگویید تا بهار آزادی و نوروز خوشبختی را برای خلق اسیرمان به ارمغان نیاوریم و به حکومت سیاه آخوندها پایان ندهیم دمی از پا نمی نشینیم به اتحادیه اروپا می گوییم به اتحادیه اروپا می گوییم اگر می‌خواهید با مردم ایران همراه شوید سپاه پاسداران این تروریست بزرگ را در لیست سیاه قرار دهید راستی چه زیباست که شما ایرانیان غیور و غیرتمند دارید به جهان اعلام می‌کنید که عید ما عید فریاد است عید قیام است عید انقلاب است وقتی 80 کودک در همین ماها به دست رژیم به شهادت میرسند زمانی که جوانان ما به دست دشقیمان چشمانشان را از دست میدهند وقتی چوبه های دار در هر شهری به پاست و به دستور خامنه ای دختران معصوم مسموم میشوند مگر میتوان بهار و نوروز را جز با همدردی با خیل عظیم قربانیان و بستگان آنها جشن گرفت خواهران و برادران عزیزم حضور شما در اینجا همگام با کانونهای شورشی یک بار دیگر از اراده ملت ما برای سرنگونی رژیم آخوندی و طلوع خورشید آزادی خبر می‌دهد. آری شما به گوش جهانیان رساندید که در ایران یک انقلاب جریان دارد که می‌خواهد بساط ولایت فقیه را از بن براندازد انقلابی که پرچم پیشروی و شکافندگیش به دست زن ایرانی است همان زنی که آخوندهای زن ستیز تلاش کردند به قرون وسطا برگردانند و زنده به گور کنند بیلان قیام تنها به لرز افتادن پایه‌های رژیم نبود بلکه راه حل‌های استعماری و ارتجاعی و آلترناتیوهای قلابی که برای میوه چینی از قیام در سودای بازگرداندن دیکتاتوری سلطنتی به راه افتاده بود رسوا شدند همانها که با شعارهای ابلهانه خشونت پرهیزی و بی هزینگی عملاً جوانان را به ترک خیابان دعوت و تیغ پاسداران را
تیز میکنند. آنها متحدان عینی رژیم برای پایان دادن به قیام بودند. اما مقاومت ایران و کانونهای شورشی و شما که جبهه پشتیبان آنها هستید با پرداخت سنگین ترین بها نشان دادید که پایداری و سازماندهی و پرداخت هزینه تنها راه استمرار قیام و سرنگونی رژیم است. مرزهای انقلاب و ضد انقلاب و خلق و ضد خلق هر روز بیشتر روشنتر شد، به نحوی که سیاست اصولی نشاه و نشیخ که مقاومت ایران از 42 سال پیش بر آن پای فشرده بود، امروز مرزهای مجاهدین و شورای ملی مقاومت را در نوردیده و به مثابه یک شعار ملی و میهنی فریاد همه گروه ها و جریان ها و عموم ایرانیان و ملیت های تحت ستمی است که دل در گروه آزادی، استقلال و حاکمیت جمهور مردم دارند. همزمان ظهور عناصر ظاهرا ریزشی رژیم که با مأموریت مشخص به خارج آمده و با توییت و وکالت در کنار بچه شاه به سازمان دادن این آلترناتیو ضد انقلابی پرداختند، هیچ ابهامی باقی نگذاشته است. بگذاریم که این روزها بچه شاه ناگزیر پرده از چهره برداشت و گفت مردم لازم نیست به خیابان بروند و تظاهرات بکنند و کشته شوند و آسیب ببینند. کافی است کشورهای غربی پولهای بلوکه شده ایران را به من بدهند تا به روشهای مناسب به کارگران ایرانی برسانم تا اعتصاب کنم و رژیم سرنگون شود. این همان پیام پاسدار سلامی است که از جوانان خواست به خیابان نروند و خواسته هایشان را از خانه دنبال کنند. پول هایی که پدرش از ملت ایران به سرقت برده کفاف نمی دهد، می خواهد پول هایی که خامنه ای نتوانسته به سرقت ببرد به آنها بیفزاید. مأموریت روشن است: کند کردن قیام و مقابله با مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت. ما به رژیم میگوییم امروز همه مردم ایران از کرد و فارس و عرب و بلوچ، از آذربایجان تا تهران و خراسان یک صدا میگویند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. عهد خود برای سرنگونی این رژیم پا می فشاریم. با کانونهای شورشی و یاران شورشگری همچون شما این توطئه ها را نه تنها در هم خواهیم شکست، بلکه صفوف خلق را از ضد خلق و صفوف انقلاب را از ضد انقلاب پالایش می کنیم و راه حاکمیت جمهور مردم را هموار خواهیم کرد. برادر مسعود، بزن
برادر مسعود چه زیبا گفت که گفته ایم و تکرار میکنیم که اصل موضوع جبهه خلق یا جبهه مردم ایران شامل تمام آنهایی است که خواستار سرنگونی دیکتاتوری و حاکمیت جمهور مردم ایران یعنی جمهوری از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی مستقیم مساوی و مخفی هستند. آری در آغاز سال 1402 با مردم و شهیدان انقلاب ایران عهد می‌بندیم که با تمام قوا نبرد برای آزادی را در صحنه داخلی و بین المللی پیگیری کنیم و بهای آن هر چه باشد بپردازیم. درود بر شما.